السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، دوستاني عزيز، نسبة توفيق الله سبحانه وتعالى وبارزوه صحت كامل شما آغاز میکنیم درس 16 را در مضمون نحو از سمستر سوم. دوستاني عزيز، یک تصور عام درباره مبحثی که ما و شما از دو درس شروع کرده بودیم و از دو درس گذشته و امروز انشاءالله به پایان میرسانیم این درس و این مبحث را میبندیم. مبحث صفت بود. دوستان عزیز، یک تصور عام برای شما میتیم از صفت و یک خلاصه از درس گذشته که تکرار احسن باشه انشاءالله. صفت ما گفتیم که اسم هست که قبل از او یک اسم ذکر شده، درباره آن اسم که ذکر شده وضاحت میته، بیان میته. به طور مثال در فارسی ما و شما بگوییم که فیصل یک انسانی نیک، اخلاق نیک هست، با اخلاق یک انسانی که دارای اخلاق نیک و سلوک خوب هست. حالا ما ببینیم دوستا، یک اسم هست که فیصل ذکر کردیم، باز امی بعد از که بعدن که می آییم می گویم که اخلاق نیک داره و سلوک برخورد خوب داره، ای باز درباره امی اسم که قبل از امی اخلاق و از چیزا ذکر شده دربارهش وضاحت میته، وضاحت هست درباره اسم که قبل از او ذکر شده. امیر می گویم صفت، یا بگوی که فیصل یک انسان شجاع هست. شجاع حالا صفت است، چون که قبل از او که اسم ذکر شده فیصل درباره وضاحت است. بسیار آسان، همین تصور عمومی است درباره صفت و ما امیدوار هستیم که دیگه شما یاد گرفتین. خب باز گفتیم که صفت بر سه قسم است. صفت باید یا مفرد باشه و یا جمله و یا شبه جمله، و مثل که خبر مبتدا بر سه قسم بود. اگر شما باید داشته باشین که مبتدا خبر میداش و خبر مبتدا بر سه قسم بود، مفرد، جمله و شبه جمله. باید تن باشه که اینجا مفرد در مقابل جمع و تثنیه نیست، مفرد در مقابل جمله هست. خب باز گفتیم که وقتی که جمله باشه، باز جمله بر دو قسم است. عموما یا جمله اسمی می باشه و یا جمله فعلیه می باشه. و اگر جمله اسمی باشه، باید که یک ضمیر بارز رابط وجود داشته باشه. اگر جمله فعلیه باشه، باید یک ضمیر رابط وجود داشته باشه، خواهی مقدر باشه و خواهی بارز و صریح. خب وقتی که خبر صفت شبه جمله باشه، بعد از ما گفتیم که بر دو قسم است، یا جر و مجرور می باشه و یا اسم مکان. مثلا ما گفتیم که هدیتو من افخم انواع الدهوری، هدیتو فیصلا من افخم انواع الدهوری، ما هدیه دادیم به فیصل از گلهایی که بهترین گلها بود. الا من افخم انواع الزهور، این همین جار و مجرور است، شما میدانین. خب این صفات زهور هست، لیکن شبه جمله هست. یا بگوی که الحقیقت و طعمها فوق کل طعم، حقیقت مزه و ذائقه حقیقت که هست، یعنی شیرینی حق گفتن از شیرینی هرچی بالاتر هست. خب ای باز شما میبینین که اسم مکان از ظرف هست، لیکن شبه جمله هست. خب ای تمام همی خلاصه ای درس گذشته بود. دوستان عزیز، میریم تدریبات میخوانیم، دیگه چیزا را خواندیم، از قبل احکام خواندیم، حالا میریم به طرف تدریبات. خب دوستان عزیز، به تدریبات فکر کنیم، به تدریبی چهارم رسیدیم. پیش از او که کدام تدریب است برای خوانده بودیم. حالا میگوی که حول صفت المفردت الى صفت الجمله کما فی المثال. میگوی صفت مفرد را به صفت جمله تبدیل کن. و ما گفته بودیم که صفت مفرد یا جمله یا شبه جمله می باشه. مثال اول، لقد ظهرت نجمت لامعت فی السماء، یقینا که معلوم شد
یک ستاره درخشیده، یک ستاره که می درخشد فی سمای در اسمان. نجم ستاره را می گوید لامیه به معنای درخشش هست. یلمعو یعنی یک چیز که می درخشه، می گوید که یلمعو هده شی، یا می گوید که لمع احزائی بوتای مرا به درخشان یک قسم رنگ است، همه باز رنگ میزنه برای تلمیع. این صفت که است دوستان عزیز در اینجا مفرد هست، ظهرت نجمتون نجم موصوف هست، لمعتون صفت است فی سماء در اسمان، لکن مفرد است از خاطر که این جمله هست و نشی به جمله هست. لقد ظهرت نجمتون تلمع فی السماء، یقینا معلوم شد ظاهر شد یک ستاره در اسمان. تلمعه تل نجمتون یک ستاره، تلمعه که می درخشد. شما می بینید که در اینجا فعل مضارع هست و ضمیر راجع هست، مستتر از در او به طرف نجمه جمله فعلیه میشه. دیگه ما مفرد به جمله فعلیه به جمله تبدیل کنیم و جمله جمله فعلیه هست. یا ولدی انت انسان کاره لظلم، ای فسر شما یک انسان هستی که ظلم خوش نداری. انت انسان، انسان منصوف موصوف است اینجا، کاره للظلم، کاره ای صفاتش هست، چون که در برای همی انسان وضاحت میتا و ما در تعریف صفات گفته بودم امیره. و حالا میخواه که ایره به صفات جمله تبدیل کنی. یا ولدی ای پسر ما، انت انسان تکره الظلم، تو یک انسان هستی که ظلم خوش نداری، بعد میبینی ظلم را. تکره مزاری هست، ضمیر در او مستتر هست، راجع به انسان هست، از ظلم و مفعول بهی هست. پس دیگه جمله فعلیه هست، جمله فعلیه صفتی موصوف که انسان هست واقع شده. حضرت سیارتا مسرعتا الى المحکمت، حضرت سیارتا مسرعتا الى المحکمت، ما حضر کردیم یک سیاره یک موتر که می دوه یا می روه طرف محکمه. خب حالا سیارتن موصوف هست، مسرعتن صفتش هست، موقعتا در تانیس و چیزا داره، لیکن مفرد هست. باز ما چطور جور میکنیم؟ حضرت سیارتن تسرعو الى المحکمتی، که می دوه به طرف محکمه. تسرعو مزاری را آوردیم، مؤنث آوردیم، چون که سیاره مؤنث بود، ضمیر دو مستتر هست که هیه هست و ضمیر رابط در فعل در جمله فعلیه خواهی مستتر باشه و خواهی بارز باشه، در تکرهو بارز بود، اما در تلمعو و در تسرعو باز مقدر هست. خب ایتا میشه که تسرعو الى المحکمتی. رأیت عاملا واقفا تحت الشمسی، ما یک خدمتکار دیدم که استاد هست در زیر افتاب. حالا و عاملا رأیتو فیل و فاعل به ایش کار ندارم، عاملا در ایجا مفعول به هست، از خطر منصوب هست و موصوف که هست حسب محل تقاضای اعراب، اعرابش تبدیل و تغییر میخوره. واقفا این صفاتش هست، چون که درباره عامل وضاحت میتا، تحت الشمس در زیر افتاب. و اگر ما بخوایم که ایره جمله بسازیم، رأیتو عاملا یقف تحت الشمس، ما دیدیم یک عامل که یقف و باز دینجا تقف نگویی، چون که عامل مذکر هست، باز موافقتش بیاد در فعل و حتی در ضمیر. یقف تحت الشمس، ما دیدم یک کارمند را که استاد هست، استاد میشد در زیر افتاب، استاد میشد یا استاد شده بود. خب به هر حال، فحص الطبيب مريضا جالسا، فحص کرد، معاینه کرد طبيب مريض، در مريضی که نشسته بود. حالا مريضا موصوف هست، جالسا صفتش هست، موافقت در اعراب و در افراد و در تذکیر و هرچی موافقت داره. فحص فعل است، الطبيب فاعل هست، مريضا مفعول به هست و موصوف هست، جالسا صفتش هست. خب ما باز اگر میخواییم که جمله بسازیم، میتونیم سازیم که فحص الطبيب مريضا یجلسو یا کان جالسا، ما طبیب
معاینه کرد مریض را، کنه جالیسن که او نشسته بود، کنه بس فیل هست زمیر دو مستطر است یست به طرف مریض، جالیسن محول بهیش هست. بنتی تلمیزتون ممیزتون فی دروسها، بنتی تلمیزتون مجتهدون فی دروسها، دختر ما یک شاگردی کوششی هست در درسای خود. خب بنتی مبتدا است، تلمیزتون خبرش هست، مجتهدون صفتش هست، تلمیزتون موصوف هم هست. به هر حال اگر ما میخوایم که این مفرد صفت مفرد که مجتهدون است ایرا به جمله تبدیل کنیم، میتونیم سازیم بنتی تلمیزتون تجتهد فی دروسی ها، دختره که ما یک شاگرد هست تجتهد که کوشش میکنه در درسای خود. تجتهد هی فعل مضاری ضمیر رابط در اون مقدر مستتر راجع به تلمیزه ایم رابط هست و یه جمله فعلیه صفت تلمیزه است. رأیت ممرضتین جالستین فی حدیقه المستشفى، خب ما دو نرس را دیدیم، ممرضتین زنای نرس میگویه که نشسته بودن در باغچه شفاخانه. ممرضتین دوستا موصوف هست و در اینجا منصوب هست از خاطری که تصنیع هست و مفعول به هست، اعراب تصنیع شما میدانید که علامتش فرعی می باشد، در حالت نصب یا متا و یا دادن رایتو فعل فاعل است. و ممرضتین که موصوف هست برای فعل رایه لکن صفت هست، جالزتین ایباس ممرضتین منصوف هست، جالزتین صفتش هست. خب اگر حالا بخوایم که جمله بسازیم، این صفت را رأیت ممرضتین تجلسانی فی حدیقه المستشفى، ما دیدیم دو نرس را که نشسته بودن در باغچه شفاخانه، تجلسانی موافی خطش باید تسنیم باشه، در تانیس هم باشه و در اعراب هم با تجلسانی، فن تجلسانی نی تجلسانی، ما دیدیم دو نرس را که تجلسانی فی حدیقه المستشفى. هؤلاء جنودا مدافعون عن وطننا، این سربازانی هست که دفاع میکنه از وطن ما. هؤلاء مبتدا جنود خبر و حروفش مرفوع، جنود خبر و موصوف مدافعون صفتش از وطننا، از وطن ما و جر مجرور است. به هر حال الا مدافعون صفت هست و مفرد هست، جمله نیست، چیکی مبتدا و اگر جمله می بود خود دیگه جمله یا فعلیه می باشه و یا اسمیه، به چیزا دقیق شوین دوستا. و اگر فعلیه باشه خب دنج فعلیه نیست، اگر اسمی باشه بعد مبتدا و خبر می خواه، دنج نه مبتدا وجود داره نه خبر وجود داره نه ضمیر رابط وجود داره دیگه، طبعا که صفت مفرد هست. خب مدافعون صيغه مذکر از جمع مذکر سالم است و جمع مذکر سالم علامت اعرابش فرعی می باشد، در حالت رفع واو می تا که واو داده، چون که در اعراب باید موافقت باشه. پس دوستا در اعراب موافقت هست، در تذکیر موافقت هست، در جمع موافقت هست. اگر می خواهیم که اعراب جمله بسازیم، اولای جنود یدافعون عن وطننا، ای سربازانی هست که دفاع میکنه از وطن ما، یدافعون. یا شوال اما شهدت طائره نازله الى الارض المطار، ای شوال، شوال یک نام دخترانه هست در عربی، اما شهدت شما ندیدین طائره نازله الى ارض المطار، طائره که فرو میاد نشست در زمینی پایگاه هوایی یا میدان هوایی. حالا طائرتان موصوف هست، در اینجا مفعول هست برای شهادتی، خب منصوب می باشه و در عین حال موصوف هست، نازلتین صفت هست، برایش موافقتش در تانیث وجود داره، در تنکیر وجود داره، در افراد وجود داره، در هر چی که موافقت لازم است وجود داره. لیکن اگر می خواهید که ایره با جمله بسازین، نازلتن را تنزلو الى ارض المطار، یا شوال اما شاهدتی
طائرتن تنزل الى ارض المطار، نازل میوه فرود بیایه به فرودگاه هوایی. تنزل هي تنزل فعل مضارع، هي ضمیر راجع به طرف طائره و ضمیر رابط هست و مقدر هست. اتجه جنود حاملون اسلحتهم وكل معداتهم. متوجه شد نیروها که حمل میکنه سلاحای خود و همه معدات، یعنی مهمات و چیزایی که لازم جنگ هست، مهمات. خب اتجه جنودون فعل فاعل هست، جنودون موصوف هم هست، حاملون صفتش هست، و چون که جنودون جمع هست، حاملون جمع مذکر سالم آورده و ضمیرش مثلی در مثالی که پیش گذشت، پیش از دو سه مثال واو داده، چون که مرفوع هست صفت خبر هست، خبر مرفوع می باشه و صفت طبیعت موصوف خود می کنه در اعراب. خب اگر می خواهیم که ایره جمله بسازیم، تحملون اسلحتهم، اتجه جنود تحملون اسلحتهم و کل معداتهم. خب به هر حال دوستان عزیز، میریم به وقت تیز میگذاره که انسان متوجه نمیشه و نمیفهمه که چی گذشت. حول صفت الجمله الى صفت مفردت کما فی المثال، برعکس گذشته است. اینجا مفرد به جمله تحویل میدانید، اینجا جمله را به مفرد. المثال: صدمت الشاحنة سيارة تسرع في سيرها. تصادم کرد شاحنه لاری باربری، موتر باربری، سیارتا موتر خود را، تسرع في سيرها، که بسیار تیز می رفت در رای خود، بسیار تیز بود، تیز رفتار بود، رفتارش تیز بود. صدمت الشاحنة سيارة مسرعة في سيرها، اینجا تسرع بود جمله فعلیه بود، تا اینجا به مصریه تبدیل کردی، مفرد ساختی. ساعدنا طالبا عائلته فقیره، ما مدد کردی محصل را که عائله و فامیلی او فقیر بود. حالا شما میبینین ساعدنا فعل فاعل هست، طالبا مفعول به هست و موصوف هست. عائلته درباره محصل وضاحت میده که فامیلی او ضمیر رابط هست. فعائلته فقيره مبتدا وخبر، مبتدا وخبر كي باشا ديگه جمله اسميه هست، جمله اسميه مبتدا وخبر دو ركن هست، ولكن ضمير رابط موجود داره كي هو هست و مناسب هم هست، كدام اشكال ديگه هم نداره، موافقت داره. خب دي جمله اسميه خبر صفتي طالبا بود. حالا اگر اي جمله را بخوایم كي مفرد بسازیم، باید ای ترکیبش که مبتدا و خبرش ایره از بین ببریم. ساعدنا طالبا فقیر العائله، ما یک محصله مدد کردیم که عائلهش یا فامیلش فقیر بود. خب با ای ترتیب دوستان عزیز، شما میرین دیگه مثال را حل میکنین، وقتی ما شما را زیاد گرفت به می ترتیب برین. دنجا میگوی که حال جمله فعلیه الى جمله اسمیه كما في المثال التالي، جملة فعلية بجملة اسمية تبديل كو. كتب الطالب النشيط واجبه، كتب نوشتكرا الطالب. خب حول الجمل الفعلية إلى جمل اسمية، كتب الطالب النشيط واجبه، نوشتكر الطالب كي محاسلي كي نشيط هس واجبه أمي كارخانجي خد. خب كتب فعل هست، الطالب فاعل هست، النشيط صفاتش هست، واجبه مفعول به هست، واجب كارخانگي ميگوي، واجب منزلي، جمله فعلي هست بدون شك، فعل فاعل و مفعول به. حالا ميخواي كه اره جمله اسميه بسازي، الطالب النشيط كتب واجبه، الطالب و حالا دگه چي شد، مبتدا شد، اسم هست، النشيط صفاتش هست، كتب واجبه، اي جمله فعليه بس خبرش ميشه. تريد سعاد العراقيه ان تكون مدرسه.
خب تريد فعل هاس سعاد فاعل هاس سعاد نامي دخترانة هاس العراقية طبعا صفات الشاس أن تكون مدرسة كم مدرسة باشا خب فعل وفاعل جملة فعلية مشا اگر میخوای که را تبدیل کنی با چی نوشته میکنی سعاد العراقی یا تورید ان تکون مدرستا ای را باز بایی ترتیب بیاریم یحب المدرسون سوریون القهوه ترکیه خوش دارد مدرسان معلمان سوری قهوه ترکیه را یحب فیل هست المدرسون فعیلش هست السوریون صفاتش هست القهوة التركية القهوة هي مفعول بها التركي بصفات بري قهوة مشا على ميخاي كيرا اسمي بسوزين المدرسون السوريون مبتدا بصفاتش يحبون القهوة التركية يجي بس جملة اسمية شو چونك با اسم آغاز شده جملة فعلية ميز كي با فعل آغاز شده باشا و جملة اسمية بازيز كي با فعل با اسم آغاز شده باشا لیکن دو رکن باید داشته باشه که مبتدا و خبر هست با این ترتیب شما بریم پیش بریم دوستا ما چند مثال میتونم چون که وقت بسیار تیز رفت از پیش ما وقت اگر کرده نتونستیم غیر الجمله حسب الکلمه التي بین القوسین بقدر مهم نیست هم مواطنون یحترمون قیامهم و تقاریرهم اینا وطن داره هست احترام میکنه ارزش ها و رواج هارا أنت مواطن يحترم قيمه وتقاليده أنت مواطن خب شما مواطن هستي وطندار هستي احترام ميكوني أرزش هاي ورا ورواج هاي ورا بس خديجة أنت مواطنة تحترم قيمها قيمه وتقاليده بأي ترتيب ميري أي أصلا هاش عين الصفة ونوع عين الصفة ونوعها والموصوفة في الآيات القرآنية الصفات ردائية آيات القرآن تعينكم ونوع شبيانكم بأزام السنوة وهمشنا الموصوف إنهم أناس يتطهرون أناس صفات موصوف هاس يتطهرون الصفات هاس لكن جملة فعلية هاس ضمير مستتر هاس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بعد ما بشار تيز بري متأسف أنا ناشد صدقة دينجا موصوف هاس تطهرهم جملة فعلية صفات الشهاس دينجا ما صفات متعين كلمة تطهرهم هاس ونوشم تعين كلمة جملة فعلية هاس وموصوفا متعين كلمة صدقة هاس خب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون خب قرآنا موصوف هس عربيا صفات الشخص وكاملا موافق هس در هر چي كي ضروري بود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا شماس فتنة بترسين كي نميرسد تنها بكسان كي ظلم کرده بس بلکه خشک تر همه می سوزانه ترجمه آیات شما مراجعه کنین وقت ما می گیره فتنتن موصوف هست لا تصیبن ای صفات هست جمله فعلیه هست تصیبن فعل مضاری هست خب طبعا فعل مضاری هست و حالت بنایش هست چون که نون تاکید به او متصل شده هی ضمیر راجع هست به طرف فتنه الذین در محل مفعول به هست و جمله فعلیه میشه لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اگر کتاب یعنی نوشته در لوح محفوظ نبود نمی بود به شما عذاب خواهد رسیده بود به خاطر اینکه چیزی که شما اخذ کرده بودی گرفته بودید حالا کتاب دوستا موصوف هست من الله جر مجرور سبقه ای صفتش هست بالکل موافقت در سبقه با کتاب در تذکر و افراد و در هر چی خب صفت را برای تن تعیین کردیم و صفت در اینجا نوش مفرد هست
و موصوفه برایتان تعیین کنیم که کتاب است و اسه چیز مطلوب هست. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. بیزاری سطرف الله و رسول ممرای کسانی که شما به نام عهده کاری که ببارت است از مشرکین. براءتون بروایت صحیح یا به تعویل صحیح خبر هست برای مبتدای معذوب هذه براءتون. ای براءت هست بیزاری هست من الله از طرف الله. ای براءت هست از طرف الله دیگه. براءت موصوف هست لفظ جلاله جار و مجرور ای صفت هست در اینجا شبه جمله هست. خب با این ترتیب دوستان عزیز وقت هیچ نماند، به انتهای وقت خود رسیدیم. هرچی که مطلوب بود در سوال که شما صفت تعیین کنین و نوع صفت را و موصوف، کوشش کردیم که امی کار بکنیم. خب آره اگر با وقت فرصت زیاد بود میشه که یک مرور دیگه هم بکنیم بس با این آیات ها، و یا اینکه شما بخوانیم اگر کدام جای اشکال داشتین امرا ما شریک بسازین. در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.